تو این مرحله اگر کودک آسیب جنسی خورده باشه، مثلا من یک کیس 5 روز داشتم، گفت هلند بود، گفت 5 سال تراپی میرم، تازه من با شما تلویزیون آشنا شدم، یکی به من گفت من رفتم برنامه نگاه کردم، همون روزی که شما داشتی حرف میزدی چنان مثل بغض من چنان ترکید، 5 سال من تو تراپی رفتم نتونستم اینجوری خالی شم. وقتی داشتی حرف میزدی انگار صدای من بود، انگار اشتی از من میگفتی، با صدای بلند چنان خیلی کردم، تمام هفته سرم خیلی درد میکرد، اما یه احساس سبکی به هم دست داد به خاطر این تماس گرفتم. برای اول بعد که یه خودگی صحبت که من شک پیدا کردم که سکشوالی ابیوز شده است، در صورت که موضوعی که صحبت میکردم اونجا شنیده بود، موضوع این نبود، بردمش اون مسیر. یه دفعه زد زیر گریه گفت پدرم معتاد بود رفت، مادرم ول کرد رفت، من و مادرم تنها، مادرم مجبور بود بره سر کار برگرده، پسرهای بچههای همسایه به من دست میزدن. به مادرم گفتم، مادرم گفت چیکارت کنم، من که نمیتونم تو رو بردم سر کار، حالا بچه 4-5 ساله چیکارت کنم؟ دختر. بعد این رفت، مادرم گفت خب برو خونه یه خالت، لااقل با خالت باشی بهتر. رفتم خونه خاله، شوهر خاله، بچه 8-9 سال، شوهر خاله شد. چند سال تو خونه بودم، پشت سرش بعد رفتم دوباره کجا برم، برگردم دوباره ناپدری شروع کرد، از کودکی ناپدری شروع کرد، ناپدری پس حالا که ناپدری همینجوری منم که نمیتونم طلاق بگیرم، شوهر دوممه، پس برو خونه یکی دیگه که لااقل اونجا امین باشی، اونجا هم که امین نبودم. اینا آسیبای خیلی جدیه که ممکنه منو از سکس بی نهایت منزجر کنه و یا منو به سکس ادیکت بکشنه، به خود ارضایی خیلی زیاد، مخصوصا آقایون. مرد دختر پسر خود ارضایی میکنه توی مراحل مختلف، هیچ اشکالی نداره. پسر مخصوصا اگر خود ارضایی بکنه و با هیچ دختری، من که همیشه گفتم زیر 21 سال بهتره که سکس کامل نداشته باشی، دختر و پسر به نفعتونه، دلیل علمی دارم نه دلیل مذهبی و فرهنگی. بعدش هم وقتی که اگه سکس تجربه جنسی با دختر نداشته باشه، با زن نداشته باشه، با خود ارضایی زود ارضا میشه مرد، زن هم همینطور. وقتی با خود ارضایی زود ارضا بشه، اگه بره با یه دختری یه دفعه زود ارضا بشه، له میشه مرد، له میشه، خیلی آسیب بدی به مردا میخوره. خانمایی که اگر توی رابطه بودین و یا هستین، اگر شوهرتون زود ارضا میشه، اصلا تو ذوقش نزنین، فقط کمکش کنین، برای اینکه تمام وجودش رو خورد میکنین اگر که تو ذوقش بزنین، به روخش بکشین. بیماری نیست، اسکیلش رو نداره، مهارتش رو نداره. من تو تمام این 15 سال یک کیس داشتم که جسمی مشکل داشت، باقی همه منتالی بود و با سایکوسکشوال تراپی همه چیشون درست شد. یا اینکه خوشحال نباش که خوب زودتر ازاش برگم شه، این رابطه نیست، این سلامت رابطه نیست. روی اینا باید خیلی، 80-85% رابطه به سکس رفت داره، سکس رو باید اهمیت داد، اهمیت ندی خودت باختی. ای بانو، خانم‌های شرقی، خانم‌های ایرانی، خانم‌های شرقی این جنرال اهمیت نمیدن به این موضوع بسیار مهم، نه برای شوهرت بلکه برای خودت، برای پوستت خوبه، برای مود خوبه، برای جسمت خوبه، برای روانت خوبه، برای همه چیت خوبه. ولی متاسفانه به ما آموزشی داده نشده که از کودکی میگه وای 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 به خدا نپر انقدر بالا پایین، آخر اون پرده به پرتت میره، آبرومو میره، بچه داره بازی میکنه، بهش میگن ترس و وحشت پرده به کارت بهش میده. این مصیبت های فقر فرهنگی ماست. یا پسر مثلا چقدر برای من می نویسن که تو رو خدا بگو من 15 سالمه 16 سالمه
میخوام برم دیگه خودکشی کنم، خودارضایی میکنم، گفتم کور میشی بچه دارم نمیشی. آخه این حرفا دروغه، همه اینا دروغ. کور میشی بچه دار نمیشی، اینا همه حرفای مفت غیر علمیه که پدر و مادر را به خاطر اینکه بچه‌شون رو بترسونن اینجوری صحبت کردن و نسل به نسل اومده جلو. زمانی غلطه خودارضایی، زمانی بده که من با هیچ مردی، با هیچ زنی در ارتباط نباشم و بترسم از ارضا شدن و زودم و این بشه دیگه یه عادت نرمال و بعد دیگه وارد رابطه نمیشم. حالا جامعه شهر زنم میدن، زنم میدن به زور مردم بگیرم. حالا شما حساب کنید من مردی که تجربه ندارم و این مشکلم مشکل نیست ولی این ضعف رو دارم توی خودم و نرفتم روی ضعفم کار کنم، خیلی میترسم. خیلی از آقایون زنم میگیرن ولی این مشکل رو دارن، منتها خانم شرقی حرف نمیزنه، یه جور دیگه به خدمتت میرسه، گیرای متفاوت دیگه بهت میده و بعد کم کم به رخت هم میکشه. مشکل تو حل کن، مشکل بزن. این مشکل اصلا نیست، کاملا قابل علاجه، کاملا به راحتی حل میشه، فقط با درایت باید برم کمک جدی بگیرم. و بعد خیلی وقتا مثلا من یک کیس داشتم، آقا پزشک 10 سال پیش رفته، 15 سال پیش ازدواج کرده، اومده خانم میگفت با هم نشسته بودن، میگفتش که الان 2 سال ما اصلا سکس با هم نداریم، بچه هم بودم یکی دوتا داشتیم. آقا چرا؟ گفتش که خانم به من گفت نمیخوام اصلا که هم خوشش نمیاد. خب نمیخوام ازدواجش کنم. گفتم خب چیکار میکنی؟ گفت هیچی. خانم گفت چرا؟ من میدونم خودارضایی میکنی. گفت خب حقیقتش آره میکنه. گفتم که خب خانم شما سکس نمیخواید؟ گفت چرا نمیخوام؟ من یکی دو بار عصبانی بودم از دستش گفتم نه، دیگه انگار بول گرفته، دیگه نمیخواد به طرفم. راست میگفت. با آقا که صحبت کردم متوجه شدم که میگفتش که من از سر کاری که میام خسته و مردم، غذا هم باید بخورم، روتین نداشته باشم، همه چشم مثل ماشین بود. بعد میرم تو آفیسم، تو اتاق آفیس دارم کارم انجام میدم، گیمم بازی میکنم و خودارضایی میکنم میرم میخوابم. خب آقا خانمه چی؟ خانم گفت 2 سال پیش نمیخواد دیگه. That means خودارضایی رو بیشتر دوست داره، اعتیاد به خودارضایی داره، اجباری ازدواجش دادن، چون براش زن گرفتن. اون که کیسی بود که براش زن گرفتن و اصلا کالای ازدواج نبود و هنوز، حالا که پس دوست نداری فرصت خوبیه که منم بهانه خوبی دارم. و بعد وقتی من با زن جوونم سکس ندارم، و هر زنی اصلا زنم جوونم نباشه، وقتی من سکس ندارم خب طبیعتا اون روحی اون تاثیر میذاره، شکای متفاوت ممکنه براش به وجود بیاره، اختلافات متفاوت به وجود بیاره. و یا برعکسش هم هست، خانوما اصولا تو خانومی که دختری که خود ارضایی کرده دوباره بلد خودش ارضا کنه، آقایون چون آقایون شرقی بلد نیستن، لاورای خوبی نیستن مثل خانمای شرقی، معشوقه های خوبی نیستن مثل خانمای شرقی، متاسفانه قلم ندارن، مهارت ندارن و به زن ستیسفکشن و یا لذت نمیتونن بدن و زن یه احساس خیلی بدی پیدا میکنه، یا میره خود ارضایی میکنه یا از سکس آف میکنه خودشو. و ای آقا اگر زنت خودشو آف کنه از سکس بیچاره شدی، برای اینکه خانوما مثل آقایون نیستن، آقایون دیگه از قدیما گفتن خب مرد دیگه کمرش پر میشه، تان کمرت پر میشه ولی نشون داده نمیشه، اصلا بهش فکر نمی کنی. همش هم از خودهی گفتن کاش که اصلا سکس نباشه، مودش هیچ سکس رو بر، کاش که فقط با یه بوس دادن بچه دار میشد. این چیه؟ من خودم بارها شنیدم، تو سشنا شنیدم اینجور صحبت کردن، چون همیشه تقصیر نداریم، از بس که به ما گفتن بده بده بده، فقط هم مال مرده. خبر خوب برای خانوم ها خیلی از آقایون تو سکس قوی ترن، از جاهای مختلف میتونن ارضا بشن، تا آخر عمرت هم ای بانو میتونی ارضا شن. اینا حرف مفته که یایسه شدم دیگه افتادم، اینا رو هم نکن، دست نکشو. این بستگی به کرکتر تو داره، به سلامت روح و روان تو داره، به سلامت خود دوست داشتن خود داره و دوست داشتن اون رابطه داره.